حضرت پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید خیر النکاح ایسره، بهترین ازدواج، بهترین ازدواج او ازدواج است که آسان برگزار شود. اما من و شما متاسفانه امروزه می‌بینیم در جامعه چی رسم رواج های و چی مصارف هنگفتی می شود که این مصارف هنگفت، این رسم رواج های غلط، اینها جلو جوانان را می گیرد. جوانان متاسفانه به دلیل همین رسم رواج هاست و همین مصارف هنگفت است که نمی توانند ازدواج کنند، نمی توانند به خواسته هایشان، به آرزویشان برسند. لذا چیزی باست چی کسانی هستند که به فکر اینچنین جوانان هستند و به فکر اینچنین اشخاص هستند، دست اینها را میگیرند تا بتوانند ازدواج کنند. من امروز خدا را شاکر و سپاسگزار هستم که در بین هم قطارانم قرار داریم. همه ما خدا را شاکر هستیم که در این مراسم شرکت میکنیم. لذا این توفیق را خدا به ما داد است تا در اینجا شرکت کنیم. خدا پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید هر کسی که یک عمل خیر را، یک سنت حسنه را ایجاد کند، تا زمانی که به اون سنت حسنه عمل می شود، هم برای کسی که این سنت حسنه را ایجاد کرده و هم برای کسانی که دنبال روی این سنت حسنه هستند، پاداش مضاعف نوشته می شود. پاداش مضاعف یعنی دوچندان، یعنی پاداش دوچندان. لذا من خدا را شاکر و سپاسگزار هستم که امروز من آمدم این سنت حسنه یعنی ازدواج در مراسم دست جمعی را بین خیشانم، همکیشانم رواج کردم تا انشاءالله خداوند برای همه ما توفیق عنایت کند. به حرمت صلوات ما سلام از روزه شیر خدا آوردیم، روی پرگرد و غبار از کربلا آوردیم، بس که رخ مالیدیم بر منقد شاه نجف، بوی مشک و عنبر و عطر و گلاب آوردیم. وقت رفتن بود با ما حالت شوق و شف، وقت برگشتن دلی از دم کباب آوردیم. اید است هوا، اید است و هوا شمیم جنت دارند، نام خوش مصطفی حلاوت دارند. این محفل ما عجب تراوت دارند، تا نام تو بردم به دلم گشت براد، نازل شده بر اهل ولا این برکات. گفتم که اگر طالب فیضی بفرست بر چهره پرنور محمد صلوات، بر خلق جهان تو برکات، محبوب همه به زندگانی و ممات. الله و ملائک یسلون علی، یسلون علی، از جانب ما نیز فراوان صلوات. فرمود به من و جمع ملائک
ملکوت، نه فقط ما که همه عالم قدس و جبروت میفرستیم بران حسن و صفا تو برکات، بر جمال گل رخسار محمد صلوات. سلام ما به تو ای شخص اول عالم، درود ما به تو ای سید بنی آدم، چه احتیاج به اعجاز دیگری که توی خلیل آیت موسی ید و مسیح آدم. یا رسول الله نگین تو علی و نقش نام او زهرا، دست حق توی از بین انبیا خاتم، تو آمدی و شدن آسمانیان مسرور، تو آمدی و گرفتن ساحران ماتم، طبیب اگر که توی خوش به حال بیماران، که میبری ز دل امروز درد و فردا غم. تو مهربان پدر امت و ما فرزند، که خورده است گره سر زنن سرنوشت ما با تو هر دم. یا رسول الله محمد عربی کاب روی هر دو سرا، کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او، شنیدم که تکلم نمود همچو مسیح، در این حدیث لب لعل گوهر او، که من مدینه علمم علی در است مرا، حجب مجسم بنایست من غلام در او. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تقدیر و تشکر از حضور رسانه ها بابت پخش و نشری برنامه ارزشی، محمد ادریس رسولی هستم، مسئول انجمن فرنگی وصال کوثر. با توفیقات الهی 13مین دور مراسم عروسی جمعی اسلامی آسان به مناسبت ایام فرخنده میلاد سراسر نور نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و فرزند برومندشان امام جعفر صادق علیه السلام، و با پاس بزرگ داشت از هفته اخوت امت اسلامی، این مراسم برگزار شد. قبلا ما سال دو مرتبه برنامه داشتیم و ای بار ای سومین برنامه در این سال است که در مجموع 13مین دور. الحمدلله تأثیرات بسیار خوب داشته این برنامه، و شما شاهد هستین که در نقاط مختلف شهر کابل و اقصا نقاط کشور ما الحمدلله برنامه های به عروسی جمعی برگزار میشه. در حدود 100 زوج 200 زوج کم و بیش برنامه های الحمدلله برگزار شده و برگزار میشه. بنابراین این فرهنگ تاثیر بسیار مثبت گذاشته، هزینه های ازدواج بسیار پایین آورده، ازدواج آسان ساخته، و از طرف مهمترین بخش اسلامی ساختن این برنامه است که در واقع ارزش زیر پا نشه و به ابتذال کشانده نشه و خدا ناخواسته برنامه ارزشی آلوده نشه به گناه. مهمترین هدف همی است. تشکر. انتظار شما از جامعه و حکومت چیه به خاطر بیشتر ساختن این؟ انتظار ما این است که اول حمایت کنن، یک بخشش برمیگرده به تامین امنیت دو مراسم. ما برای حوزه مربوطه هم از بخش امنیت هم از بخش
پلیس برایشان مکتوب رسمی دادیم که اونا در این برنامه حضور پیدا کنند و امنیتی مراسم تامین کنند. وظیفه اولشان حفظ امنیت شهروندان، مثلا برنامه بزرگ با حضور 12-13 مهمان و برنامه که ازدواج جمعی است یک بس، و دوم حمایت کنند، حمایت معنوی کنند. شرکتشان، حضورشان، سخنرانیشان عملا بین در بخش وزارت اطلاعات فرهنگ یک بخش از برنامه ازدواج آسان بین جا پرتن و در واقع از این برنامه حمایت کنند. او جوانایی که توانایی برگزاری عروسی ندارن و حتی اونایی که امکانات مالی دارن ولی میخواین ازدواج اسلامی آسان برگزار کنن، اونا رو بین در این برنامه حمایت بکنن. هزینه هایی که ما هزینه میکنیم پایین واقعا و تعجب برانگیز. من برای دوستای دیگه هم گفتم که بین 30 تا 50 هزار ما هزینه میکنیم برای یک زوج. با برکت است الحمدلله، لباسشان میشه، ولیمشان میشه، یک هزینه به عنوان جزیه برشان داده میشه و لطف خدا پسمان هم نمیشه. در قسمت تمویلش اونایی که همت دارن، مردم ما چی در داخل چی در خارج، اونایی که دلشان به مردم میسوزه، اونایی که به فرهنگ اسلامی ارزش قائل میشن، اونایی که به ملت خود توجه دارن، اونا در همکاری و همیاری برنامه سهم مالی میگیرن. خانوادگی است، یک بخش هم از خانواده هر که به قدر توان در این برنامه سهم میشن. این هتل هم که برنامه رو برگزار کردیم، این بار مکان در این برنامه به اختیار ما قرار دادن، یعنی از مکان هزینه نگرفتن. هزینه مصارف پول و مصارف ولیمه در به عهده انجمن است، ولی مکان در اختیار مجموعه قرار دادن. ما سال سه بار انشالله عزیز به بعد، قبلا دو مرتبه بود، فراخوان میتیم و در هر برنامه الحمدلله از ولایات مختلف، فرهنگ‌های مختلف، مذاهب مختلف شرکت میکنن. این بار دو تا از دوستا را از مسئولین امر بالمعروف امارت معرفی کردن و وقت برنامه از دوستا پیام دادن که از برادران اهل سنت ما گفتم اونا در هر برنامه هستن، بحث وجود نداره که ما شیعه و سنی بسازیم، عملا این وحدت را تمثیل میکنن. و این بار دو تا از دوستایی که در امارت مسئولیت ایفا میکنن از صراح اونا معرفی شدن. پیام ما این است که هر کس به فرموده پیامبر اکرم متعصب است از دین خارجه، هر کس متعصب است زبانی، قومی، مذهبی از دین خارجه. ما مسلمانیم، بعد از ما در کشور زندگی میکنیم، هم میهن هستیم، دامن تعصب از کشور برچینیم. در تمام بحث‌ها، در تشکیل حکومت، در تمام عرصه‌ها باید تمام مردم افغانستان خود در حکومت، در جامعه ببینند و این در واقع آینه تمام نمای وحدت است که شما میبینید در این برنامه از اقوام مختلف با زبان‌های مختلف و مذاهب مختلف حضور دارم. اکبر محمدی هستم، یک تن از اشتراک کننده های برنامه عرصه دست جمعی. تشکر. چون این ازدواج ها چه تأثیری در جامعه داره؟ تأثیر از این میست که میتونه زمینه سازی برنامه های بعدی باشه که هر کسی که علاقمند باشه در این برنامه یک فرهنگ سازی جدیدی میشه که مردم، همه مردم در این برنامه اشتراک کنه، از مصارف گزاف جلوگیری کنه، از فرهنگ های غلط جلوگیری کنه، فرهنگ اسلامی در اینجی پیاده شه. تشکر. برای ازدواج آسان چه مسیر های پیشنهاد شما برای جوانان خوب است؟ بله، پیشنهاد ما برای جوانان کشور سر تا سر در تمام مناطق افغانستان که برنامه ها برگزار شود، حتی میتونه که مردم خودشون بدون از برنامه ها میرقم آسان بگیرن در هر قریه و قصبات کشور.
زکی موسوی نژاد هستم، یکی از آدمات هایی که در عروسی رئیس جمهوری اشتراک کردم. در مورد برنامه دوست دارید برنامه را چطور شما خوشحال هستید؟ ما ابتدا با آقای رسولی عزیز که آشنا بودیم، رئیس انجمن وصال کوثر، خیلی خوشحال هستیم که با ما همکاری خیلی زیاد کردن. تشکر و قدردانی میکنیم اصالتا از طرف خودم یا بتن از طرف آدمات های عزیز که خیلی این زمینه را آسان ساختن برای ما که شرکت کنیم در این برنامه. ما در ابتدا که همین بین فامیل ها چشم همچشمایی که در بین مردم هستن، واقعا ما نمیتونستیم که در شخصا این برنامه را اجرا کنیم در بین خود. خب از این طریق دست جمعی خود مسئول بانیستم به ایمان یک افراد جامعی جوان این کشور باید ما اخشش برشمی بکنیم و بیاییم در دست جمعی شرکت کنیم تا اینکه برای همنوان خودم این ازدواج آسان شده. پیام ما برای خانواده ها اینه که از چشم همچشمی ها باید ما دور کنیم خدا بیاییم در این عروسی دست جمعی، هم اسلامیه هم آسانه و هم خیلی باشکوه. واقعا ما خیلی خوشحال شدیم که خیلی باشکوه برگزار میشه و خیلی آسانه، هزینه های سنگین نیست که برای یک جوان مشکل ازدواج. ما عقل خواری است. امروز چقدر شما خوش هستید؟ امروز ما واقعا خیلی زیاد خوش هستم و یک احساس بسیار خوشحالی دارم که روحان جسم من واقعا خیلی بر من خوش میگذره و خیلی راحت است. شما پیش از این با چی مشکلات داشتید؟ مشکلاتی که خیلی زیاده، ما خود ما میفهمم که جامعه امروز ما در افغانستان مخصوصا مشکلات خاص خود داره. ما خواستیم از تمام فامیلایی که مثلا خیلی زیاد در این قسمت همکاری نمیکنن و مصارف خیلی بالا میبرن جهزیه اینا را، خواستیم همی هستن که یک کمی پایین بیاین و یک کمی کوشش کنن که در این شرایط سخت افغانستانی که ما داریم باید یک شرایطی را مناسب باید فراهم کنه که تا همه بیتونن که ازدواج کنن. در برای خواستون از دیگر نهادهایی که کمک میکنن برنامه را میکنن چی هست؟ باید چقدر؟ خواستم از تمام جهان و از تمام نهادهایی که کمک میکنن یسته که بیشتر کمک کنن و حمایت مالی داشته باشن تا که این برنامه ها بیشتر رواج شون و واقعا یک برنامه های خیلی خوبی هستن که یک رواج واقعا عالیه. من خودم خیلی دوست داشتم که در این عرصه اشتراک کنم و اشتراک کنم و از تمام نهادها میخوایم که بیشتر کوشش کنن که این قسم مراسم ها رواج زیادتر پیدا کنن در فرهنگ ما. از برگزار گزندگان این مراسم هستیم. اسم محمد رضا از نواباد چلتن. بله بله، پدر عبدالجبار هستیم. در مورد ازدواجی که امروز مراسم صورت گرفت، از این احساس دارم؟ اصلا نگو، احساس خیلی زیاده، بسیار احساس خوب دارم. واقعا من سالها منتظرم چه کار بودم که بعد عروسی چیدمش نتونستم. خب یعنی پشت می دنبال همی عروسی بودم تا انشالله موفق شدم به یک چیده بودم. بچه هم نزدیک 26 میشه، اما
بله بله بله. هزینه های از این مراسم شما اتفاق دارید؟ کلا نمیدونم، نه هزینهش نمیدونم چقدر هزینه شده، منتها از طرف ما برد شده در حساب جای خیر خوشحالیه برای ما. آره یک مقدار چیزی لوازم خانه مثلا ظروف و چیزا دیگه نه چیزا نداشت، من تا گفت یک چیزی اگه بیشتر بیایه ما بیشتر میدم، من تا فعلا همین چیزی که روی دست هست ایرم برای شما انفاق بودم دیگه تنگیم تشویر چیز دوستان والا تمام بر مردم کل فقیر بیچارت خصوص در این شرایط کاروبار نیست دیگه، این بهترین گزینه برای مردم که باید از این استفاده کنند. خیلی عالی خود بخند جای مسیرت هست. شما دختر دارید؟ دختر دوتا دارم. در بخت سال نه نه کچی که یکش 11 ساله یا یکی دیگه شم 13 باشه شاید. دایمه اگه دخترتان مثلا دامادتان اشناس کنند به همچنین مراسم شما قبول مدونیش؟ 100%. این واقعا اسلامی واقعا خیلی عالیه دیگه، از اون که مصارف گزاف و تل و اسراف و یه همه که باشه خیلی واقعا جای خوش عالی حتما دارید که بزنید. افایی که همه کسیم برنامه رو از این برگزار کنندگان، از این برگزار کنندگان خیلی واقعا ابراز تشکری میکنم که همچی مراسم ها رو برگزار میکنه. واقعا از دستاندرکار آن این محفل واقعا جای زیاد خوشحالی دارم.